دکتر هوشنگ امیررحمدی، شما اخیرا مقاله‌ای داشتید تحت عنوانی که ایران کوبا نیست و در اون به وجوه تمایز بین ایران و کوبا اشاره کردید در رابطه با برقراری مناسبات آمریکا با دو کشور. میدونیم که آمریکا با کوبا بعد از 54 سال رابطه برقرار کرده. چرا شما فکر میکنید که برقراری روابط بین آمریکا و کوبا نمیتونه دست کسانی رو مثل ظریف و روحانی در ایران که طالب داشتن رابطه با آمریکا هستن تقویت بکنه؟ خب طبیعیه که تقویت میکنه ولی نتیجه ای نمیده. ایران کوبا نیست، برای اینکه اولا کوبا دیگه اون کشوری که هیچ ارزشی برای آمریکا از نظر استراتژیک داشته باشه نداره. ایران یک کشور کوچیکی که چند ساعتی امریکاست و کارش هم چیزای خیلی ساده کشاورزی داشت، مثل تنباکو و توتون و شکر و از این حرفا. یک وقتی که جنگ سرد بود، خب کوبا مهم بود برای اینکه خروشچف و اونا اون موقع علاقمند بودن نزدیک ایران امریکا بیان به اون مسائل. قبلا میدونیم بحران مسائل و از این حرفا موشکی و اینا. کوبا دیگه اون ارزش استراتژیکی که قبلا داشته نداره. ایران برعکس هنوزم انظر استراتژیک، جیو استراتژیک، جغرافیای استراتژیک بسیار بسیار مهمه. دوربر ایران عربا هستن، اسرائیل هست، از اون بر شوروی سابق که الان روسیه هستش هست، در واقع روسیه در واقع عملا جای شوروی رو گرفته، به کشورهای دیگر منطقه بین دو تا جغرافیای دو تا دریای خلیج فارس و بحر خزر نشسته که منبع انرژی دنیا هستن. یک کشور بسیار بزرگی، جمعیت 85 میلیونی داره و مسائلی از این دست. برای این نظر جغرافیایی، نظر جمعیت، نظر منابع، یا چهارمی دارنده نفت، دومی در گاز، این کشور اینجوریه. برای این اصلا دوتا دنیای ما، دوتا کشور متفاوتن این دوتا کشور. نکته دوم، مشکل ایران و امریکا متفاوته. تصادفاً مشکل کوبا و امریکا عملاً و بیشتر مشکل امریکا با کوبا بود. کوبایی‌ها که بیچاره‌ها کاری با امریکایی‌ها نداشتن، که نه گروگان گرفته بودن، نه کسیشون رو کشته بودن، رفته بودن تو کشور خودشون یه انقلاب کرده بودن، میگفتن میخوام سرنوشت خودمون رو خودمون تعیین کنیم. و بعد خب امریکا اومد و 50 سال روشون تحریم گذاشت. در واقع دعوای امریکا و کوبا یه دعوای یک طرفه بود. کوبایی از سالها میخوان و میخواستن رابطه رو با امریکا درست کنن، حتی دمان خود فیدل کاسترو میخواستن این کار انجام بشه، ولی خب امریکا بود که نمیذاشت. علتش هم که خب نمیذاشت این بود که یه لابی بسیار قدرتمند کوبایی در امریکا بود که در کنگره بود، در سازمان‌های مختلف امریکا قدرت بزرگی داشت و بعد خیلی فعال بودن. خب اینا هم نمیذاشتن. در ایران داستان اینجوری اصلا نیست. اولا ما اصلا لابی قدرتمند چیز به درخوری امریکا تو این کشور نداره، و بعد لابی کوبا تو این کشور مخالف کاسترو بود. اگر هم لابی تو این کشور ایران داشته باشه، لابی طرفدار حکومته. ما لابی مخالفه و حکومت توی این کشور اصلا نداریم. خیلی کم مثلا مجاهدین هستن و بعضی رویالیستا و اینا نیستن متاسفانه، یا خوشبختانه من نمیدونم، ولی میخوام بگم دوتا متفاوتن. از اون طرف مشکل ایران به امریکا دو طرف است حداقل. یعنی این نیست که امریکا نمیخواد با ایران رابطه برقرار کنه، ایرانه که نمیخواد. خب همین آقای امیررحمدی فرمودید بله ایرانه که نمیخواد. آقای خامنه‌ای که همیشه گفته رابطه مثل گرگ و میش هستش، آیا فکر میکنید نه فقط آقای خامنه‌ای، این آقای خمینی گفت که پدر ایناست و یک چیزی رو اونجا گذاشته که اینا حتی جرأت ندارن دست بهش بزنن. یعنی اگه شما بیای بگی نه آقا، میتونه از تهران بیاد بگه نه آقا امریکا گرگ نیست، ایران هم میش نیست، میگه پس تو ضد خمینی هستی. خب آقای امیررحمدی، آیا منطقی نیستش که دو کشور بعد از اینکه بتونن در مورد مسئله هسته‌ای به توافق برسن، در مورد بقیه مسائل هم گام به گام پیش برن؟ داشتن رابطه با آمریکا آیا برای ایرانی که در اون منطقه با دشواری‌های زیادی روبرو هست، چالش‌های زیادی رو پیش رو داره، آیا کمک نمی‌کنه به ایران؟ خب
خب 100% میکنه. من 26-7 ساله با همین فلسفه توی رابطه ایران امریکا دارم فعالیت میکنم و تمام زور من این بوده، حرف من این بوده که این رابطه بین ایران و امریکا به نفع همه است، یعنی به نفع مخالفین حکومت هم هست، یعنی که اصلا یک رابطه خوب با امریکا خیلی از مسائل داخل کشور رو زیر و رو میکنه. واقعا امریکایی ها ممکنه در مراحل اولیه دیکتاتورها رو پرورش بدن، ولی در تحلیل نهایی اینا رو از بین میبرن. ما در تجربه خود ایران و زمان شاه رو داریم، ما تجربه چیلی رو داریم، ما تجربه کشورهای آفریقای لاتین و جاهای مختلف رو داریم. بنابراین من همیشه بحثم این بوده و هنوزم هست و امیدواری مینه که این رابطه عادی بشه. اصولا یه چیز دیگه هم بگم، ما انسان ها این قرن ها با هم جنگیدیم، همدیگر رو کشتیم و لطپار کردیم توی میدون های جنگی. بعد از قرن ها بالاخره به این نتیجه رسیدیم که آقا باید همه دعواها رو نمیشه توی میدون جنگ حل کرد، میشه روی میز مذاکره صحبت کرد، میشه در چارچوب دیپلماسی. دیپلماسی یکی از دستاوردهای تاریخ بشره. آقای امیر احمدی، یه نکته‌ای که بعضیا بهش اشاره دارن اینه که آقای خامنه‌ای طالب همه گونه رابطه هست، منهای رابطه سیاسی، نمیخواد سفارتخونه برقرار بشه، ولی هم خودش هم یارانش دوست دارن که رابطه اقتصادی و تجاری تنگاتنگی با آمریکا داشته باشن و این پولها بتونه بره و بیاد، ولی نمیخوان سفارت آمریکا اونجا دفتر باز کنه، چون به قول خود شما ممکنه مثلا وجود سفارت آمریکا در ایران برای اینها مشکل ساز بشه، در آینده ارتباط مثلا برقرار بشه بین مخالفین حکومت با سفارت. بله خب از دید خود از منظر منافع آقای خامنه ای و یارانش این سیاست درسته، یعنی اونی که من باش مشکل دارم و نادرسته سیاست مخالفین آقای خامنه ایه. یعنی من گاهی میبینم مخالفین آقای خامنه ای هم دقیقا همون کاری رو میکنن و همون حرفی رو میزنن و همون اعمالی رو انجام میدن که خود آقای خامنه ای میخواد دیگران انجام بدن، و اونی که مخالفت کنن با این رابطه سیاسی. بنابراین من با آقای خامنه ای ایرادی ندارم که مخالف رابطه سیاسیه، ولی که در چارچوب منافعش درسته. ولی من مشکل دارم وقتی که دوستانمون توی خارج کشور یا داخل کشور فرق نمی‌کنه با این رابطه مخالفت میکنن، ولی اینکه اینا دارن آب تو آسیا به همون مشکل همون جریان میریزن. پس آقای دکتر امیر احمدی، فرصتمون بسیار اندکه، سوال آخرم اینه که آیا فکر میکنید در این دو سال باقی مانده از دوره ریاست جمهوری اوباما گام‌هایی برداشته بشه برای ایجاد رابطه و گشایش سفارت آمریکا در تهران؟ نه، سفارت 100% نه، ولی ممکنه مثلا یه دفتر منافعشون یه ذره وسیع‌تر بشه، امکانش هست. توی ایران چند تا امریکایی هم توش کار بکنن، چون این الان دفتر حفاظت داره توی سفارت سوئیس امریکا، ولی ایران امریکایی توش نیست، خود سوئیسی ها کارا رو انجام میدن، میتونه اونو یه مقدار وسیع تر بکنن. ببینید من فکر میکنم که هر حرکتی به جلو بر میگرده به این حل مشکل غنیسازی متاسفانه، برای اینکه من اصلا خودم مخالف این بودم که ایران اینقدر روی غنیسازی با امریکا تمرکز بکنه، به نفع ایران نبود و نیست. ایران باید در یه چارچوب وسیع تری مسائلش رو میذاشت رو میز و با ایران با امریکا کنار میمد، ولی سیطری چون سکه هستی هر جور به حل بشه بازم مسائل دیگری اونجا هست که رابطه رو مشکل نگه میداره. بنابراین من فکرم، ولی خب در این حالم اینو قبول دارم و امیدوارم که این مشکل هستی باید حل بشه انشالله، چون به هر حال یه گشایشیه. اما در این حالم میخوام بگم که آسون نخواهد بود، برای اینکه هم آقای اوباما تو این کشور و هم آقای روحانی داخل ایران دشمنا و رقبایی دارن که بسیار جدی هستن و سادگی بل نمیدن. آقای امیر احمدی، آیا این صحبتی که آقای روحانی کرده در مورد اینکه تهدید کرده به برگزاری رفراندوم برای مسائل مهم کشور
که میگویند خب مطمئنا مسئله اتمی هم یکی از مسائل مهم کشوره، آیا فکر میکنید صادقانه این صحبت رو کرده یا یک ترفند دیگر هست برای سرگرم کردن مردم و اینکه تنور انتخابات آینده مجلس رو داغ‌تر کنند؟ لطفا خیلی کوتاه. هر دو طرفش هست. واقعیت اینه که آقای روحانی با یه قول و قرارهایی اومد وارد میدون شد، مخصوصا در چارچوب اقتصاد و حل مشکل رابطه با امریکا که هنوز دستاوردی در اون رابطه ها نداره و بالاخره دنبال به قول امریکایی فال گایز میگرده، دنبال یکی میگرده که این مشکل خودش رو به اونا نسبت بده. و در این حال هم خب من اعتقاد دارم که روحانی اعتقاد داره که باید مسائل رابطه ایران امریکا حل بشه، ایران از انزوا بیاد بیرون و بحث الان سر اینه که واقعا با چه قیمتی و چه دلیلی. این رو در جناح راست آقای روحانی هم نگفته که مذاکره نباید بشه، آقای خامنه‌ای خودش اجازه مذاکره داده، مجلس جلوی آقای خامنه‌ای و آقای ظریف رو نگرفته که مذاکره کنید. یک سال 4-5 ماه دارن مذاکره میکنن. بله، برابر این مسئله مذاکره نیست، مسئله دعوا درون ایران سر اینه که به چه قیمتی، چه ایران باید چی بده و در مقابل چی بگیره. از دید آقای روحانی میدونید این چی بده و چی بگیره چیز مهمی نیست، هرچی هم زیاد ایران بده و حتی کلی کم هم بگیره تا فقط این مسئله حل بشه در کوتاه مدت درسته. در دلیلی که اون جناح میگه نه، ما باید دراز مدت تر نگاه کنیم، چون دیگه نمیتونیم بگیریم. دکتر امیر احمدی سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید برای انجام این گفتگو. خیلی متشکرم. خیلی لطف.